روزی خانه خواهم رفت، در خواهم زد چون مرد بیگانه. خواهی پرسید کیست بر در؟ خواهم پرسید کیست در خانه؟ آری روزی خانه خواهم رفت، در خواهم زد چون مرد دیوانه. دیوانه تری گوید او دیگر نیست در این خانه. آری روزی خانه خواهم رفت، اما کو خانه؟ کدام خانه؟ کو پدر؟ کو مادر؟ آیا همه چیز افسانه؟ درود و صد درود به شما تماشاگران ارجمند. امیدوارم روزگار باتون خوب باشه و شما با روزگار خوب باشین. امروز برنامه‌ای که براتون تدارک دیدیم قسمت آخر نمایشنامه آقای فردین شما که هستینه. بعد از اون موزیک ویدیو داریم و بعد شعری از سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی میشنویم. پایان بخش برنامه ها روال همیشه گزیده هایی از رویدادهای سیاسی ایران و جهان خواهد بود. تا بعد. این برای آخرین تانگو در پاریس آقای فردین مارلون براندو. مارلون براندو؟ این مارلون براندو هم بعد نبودا. البته به پای فردین خودمون که نمیرسه، اما خب اونم پای وقتا خوب. مثلا تو فیلم سربازه یکش خیلی عالی. یادته اینجای کافه پشتی ستون بایده و اینجوری داشت مشروبشو میخورد، رئیس دوزن نامرد میخواست از پشت با گله بزندش. مانو براده اینجوری که بود یه خوش شروع شیب گفت ایشم چاچی خور بازید بازم شروع شده. هشم یه صندلی میش کنی، این رژیت جایی دیگه خالی کن. خواستم بگم مارلون براندو چیکار کرد. اما ببین فرقی ما با مارلون براندو اینجا. مارلون براندو با هر آدم این نالوتی که برخورد کرد یا گفت یس کامان یه شیش روش کشید یا رو زد کشت. اما فرقی ما تو زندگیش یه آدم هم نکشتن. آره حتی یه دفعه هم چاقو نکشتن. خیلی فرقه. بگم باید بطری دیاری، ولی کاش که جای شراب بودکا گرفتیم که اونجوری راحت تر میشه رفت و ابرا حال کرد. نخیر، امشب از بودکا خبری نیست. امشب مثل مردم متمدن رفتار میکنیم. من شما خودم آدم های متمدن هم اینجوری نیست مثل بعضی که انقدر بخورم این چیکار میکنم. آره. من خوب میفهمم چیکار میکنم، این موضوع شامل من نمیشه. آره، همان عرقات میزنم. این دفعه از فیلم میگیرم تا ببینی که داری چی کارا میکنی. شما یه عمر ما رو فیلم همون کردی خانم جون. یه چیز جدیدی نیست که ای یوز پلنگی بخشی من. حالا بالاخره اول میری بطری رو میاری یا میخوای دوربین تو بیاری؟ هر دوشه عزیزم، هر دوشه. پس موضوع رفتارت باش. بس یه عکس 6x4 خانوادگی از ما دوتا بگیم که فقط با دوتا توش بشیم. هی بس دیگه پاشو لازم نکرد عزیزم.
تو برو چرا می دستم زخمی بشی؟ گفتم بلش کن این قاتل نیست، بلش کن. نه بابا بزا بکشم. بابا جمشید بلش کن، این دوست منه. دوست جنایتکار اینجوری داشتن رو نگفته بودی؟ نه بابا اینو قاتل نیستی، بلش کن. از این یارو کیه؟ ببخشید که شما رو منقلب کردم، ولی لازم بود. این آدم حسابی داره حرف میزنه. میبینی جمشی جون، این اون قاتلی که رادیو میگفت نیستش. این دوست منه هوشنگ، همون روانشناسی که بهت گفتم. ما خواستیم امتحان کنیم. منو امتحان کنیم؟ اینجوری؟ چرا؟ برای اینکه به شما ثابت بشه شما کی هستی؟ ما میخواستیم تو بدونی تو جمشیدی، شوهر من، مردی که با تمام درداش هنوز قویه، برای کارهای مهم، برای نجات همسرش میتونه خودگذشتی کنه، حتی به یه قاتل خطرناک هم بتونه بجنگه. ولی این قاتلش خیلی هم خطرناک نبود. ولی شما فکر میکردین که هست، یعنی در اون لحظه شما فکر میکردین که با یک قاتل جنایتکار میجنگه. بله معلومه، فکر کردم یک جنایتکار میخواد زنم رو بکشه و شما با اون جنگیدی. خب معلومه، من نمیذاشتم زنم دیگه. نمیتون که منو دوست داری عزیزم؟ چی عزیزم؟ چی فکر کنه؟ خب این جدان خیلی چیزا رو مشخص میکنه. چی؟ مثلا چی چی رو؟ مثلا این که جمشید با یک قاتل جنایتکار جنگی، نه فردین خیالی که اصلا وجود نداره. چی؟ فردین وجود نداره. معلومه عزیزم که فردین وجود داره. یه قهرمان کشتی، یه هنرپیشه بزرگ، یک انسان محبوب برای همه مردم. معلومه که وجود داشته عزیزم. از چی میگین وجود نداره؟ ما میخوایم بگیم که توی این خونه شما وقتی که یک قاتل جنایتکار به همسرتون حمله کرده بود، یعنی من و جمشید شوهر واقعی نجات داده، نه اون فردین و هنر میشه که متاسفانه سالهاست فوت شده و جسمن دیگه وجود نداره. خیلی مهمه عزیزم، خیلی مهمه. بابا من نمیفهمم شما چی داری میگین. ما میخوایم بگیم که با احترام به همه بزرگان تاریخ، ولی در پایان هر نبرد زنده ها رو شمارش میکنن، یعنی دیگه باید روی زنده ها حساب کرد. آره عزیزم، من و تو زنده ایم، تو زندگی باید تو خودمون حساب کنیم. هیچ معجزه‌ای وجود نداره، اگه معجزه ای هم میشه به دست خودمونه، مثل همین کاری که الان شما اینجا کردیم. ولی من باید یه چیزی رو اعتراف کنم. چی عزیزم؟ چی؟ من اولش ترسیدم. همه از خطر میترسن. شجاعت یعنی از خط ترس گذشتن و با خطر مواجه شدن. اما الان ما میخواستیم از شما بپرسیم که ما توی این اتاق با چه کسی رو برو هستیم؟ اسم شما چیه؟ آقای؟ این آقا اصلا اسم من الان نمیدونه. منم نمیدونم متاسفانه عزیزم، منم نمیدونم. شما طرفم اسم رو امشب گرفتین دیگه؟ نه 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 اصلا ابدا. چی میخواین از جون من؟ ما میخواییم بگیم که شما کی هستید آقای؟ اگر راست میگید جنابالی خودی که بگوی شما کی هستید آقای؟ بله خب، من هوشنگ هستم، دکتر روانشناس، دوست قدیمی همسر شما افسانه کنم. منم افسانه هم عزیزم، همسر تو. خب اگه اینجوری لابد من آقای جمشید کنم، شوهر این خانومه، خیلی خوشبختم. چی گفتی عزیزم؟ یه بار دیگه، یه بار دیگه، تر گوشم بگو، یه بار دیگه، یه بار دیگه. من شوهرت هم دیگه. اسم تو فراموش کردم، یه بار دیگه عزیزم. چی؟ شوهرت رو فراموش کردی؟ نه نه نه، شوهرم با فراموش نکردم عزیزم، یه بار دیگه، خواهش میکنم، یه بار دیگه اسم تو فراموشم بگو، یه بار دیگه، یه بار دیگه. بگو. مگه من گم شده بودم پیدا بشم؟ بابا من که از سرشم تالا اینجا هم افتاد، تو یه چیزی بهش بگو. نه معلوم هستم که تو اینجا بودی، منظور ما یه چیز دیگه. چرا کشش ادامهش میدیم؟ مهم اینه که قاتلی دفت تو کار نیست، هوشنگ هم اینجاست، تو هم اینجا هستی، فقط اون رو یه جشن بگیریم. ولی میگم ما همینطور شوخی شوخی ندی بود ترتیب آقا دکتر رو بدم. آره عزیزم، فقط به خاطر من. بله به خاطر همسرتون که اینقدر دوستش داری. خب حالا باید چیکار کنیم؟ چی دیگه؟ باید بریم بطری رو بیاریم. پیشنهاد خوبیه. من میرم شراب رو میارم، تو میری موزیک میذاری، بعد یه جشن مفصل میگیریم. آره خیلی خوبیه، ولی به نظرم
این آقای دکتری که من دیدم ودکا بیشتر دوست داشته باشه. ودکا میخوری شما؟ با اینکه من زیاد ودکا نمیخورم ولی امروز در کنار شما عزیزان باید خیلی معذرت خواهم. اینم موزیک. کم کم تو این سرمایه بی وقفه همه جا برفه این روزا ولی دستات مثل سقفه دارم یخ میزنم کم کم به آغوشت برم گردو نخواد چشمامو ایس از عشق نزار گمشم تو این بارو نه
هزار باور کنم نیستی، نمیشه باورش سخته، همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته. نخواه باور کنم نیستی، نمیشه باورش سخته، همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته. دیگه کار از کار گذشت، منم با حرفات خوشم، ولی چشمات میگفتن که کم کم باید بارو بست. از وقت رفتنت چشام هر شب غرق اشکمه. اگه این عشق، اگه این آخرش، اگه از اول فقط این بود باورت، اگه هر چیزی خوردت کرد رفت، اگه مشکلات روبت کردن، من بیشتر شکستم و رفتنت میده بیشتر شکنجم. نامه ها تو حفظم، من همه خاطراتو دیگه حس کردم. نزا غرور کاری کنه گذشت نکنی، بیا برگرد مانه ها رو بشکم پس. همیشه اولش عشقه، همیشه اولش خوبه. کجای جاده جا موندی؟ دلم بدجوری آشوبه، نمیدونی چه دلتنگم، نمیدونی چه بیتابم، به رویا دل خوشم. نخواه باور کنم نیستی، نمیشه باورش سخته، همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته. نخواه باور کنم نیستی، نمیشه باورش سخته، همیشه اولش خوبه، همیشه آخرش سخته. نخواه باور کنم نیستی، نمیشه باورش سخته، همیشه اولش خوبه، همیشه صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی میان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید. در ابعاد این عصر خاموش، من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است، و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. خاصیت عشق کسی نیست. بیا زندگی را بدزدیم آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم. بیا زودتر چیزها را ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردی بدل می کنند. بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشیم. بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را. مرا گرم کن و
و یک بار هم در بیابان کاشان هوا ابر شد و باران تندی گرفت و سردم شدن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم. من از سطح سیمانی قرن می ترسم. یا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاهشان چراگاه جر سقیل است. مرا باز کن مثل یک در بروی حبوط گلابی در این عصر معراج پولاد. مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب استکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد. و آن وقت حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند. در آن گیروداری که چرخ زره پوش از روی رویای کودک گذر داشت، قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه ساسا سایشی بست. بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد. چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد. چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید. آن وقت من مثل ایمانی از تابش استواگر تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشاند. با درود، من کامران شریف‌پور شما را در جریان گزیده‌های از اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. پیشاپیش فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر را از طرف همکارانم در برنامه پارا تصویر به همه کارگران جهان تبریک می‌گویم. اول ماه مه، روز جهانی کارگر. به گزارش اخبار روز، شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران شامل 28 نهاد دموکراتیک و مدافع حقوق بشر با انتشار اطلاعیه مشترکی به استقبال اول ماه مه روز جهانی کارگر رفتند. در این اطلاعیه مشترک آمده است: فرارسیدن اول ماه مه 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان جهان تبریک می‌گوییم. این روز تاریخی که در بیشتر کشورهای جهان به عنوان تعطیل رسمی پذیرفته شده است، بیانگر همبستگی بین المللی نیروهای کار و کارگری است. در روز اول ماه مه، تشکل‌های کارگری در حین ابراز همبستگی بین المللی با یکدیگر، با تأکید بر مطالبات دموکراتیک و حق طلبانه خود و در مبارزه با قدرت‌های بازدارنده محلی و جهانی، همگام و متحد در همایش‌های سراسری شرکت می‌کنند. امسال اول ماه مه در حالی برگزار می‌شود که بحران کم نظیر اقتصادی در سطح جهان ادامه دارد. بحرانی که بیش از هر چیز مولود فعالیت‌های سودجویانه و غیر کنترل شده از جانب سرمایه‌های مالی در 3 دهه گذشته بوده و تأثیرات خانمان براندازی بر زندگی اکثریت مردم به ویژه زحمتکشان و محرومان گذاشته است. کارگران ایران در طول 34 سال حکومت استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی همواره از یکی از اولیه‌ترین حقوق دموکراتیک خود، یعنی حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری، محروم بودند
و فعالین کارگری همواره بازداشت، شکنجه و به زندان محکوم شدند. ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و پاسخ ندادن به خواسته‌های حق طلبانه کارگران و زحمتکشان هر گونه توهمی را درباره ماهیت ضد مردمی این نظام زدوده است. شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همواره با کارگران و زحمتکشان ایران خواستار موارد زیر می باشد. پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و افزایش حقوق حداقل و متناسب با نرخ تورم در کشور، امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت، رفع تبعیض جنسی، قومی و مذهبی در محیط کار، بهره‌مندی زنان از مرخصی زایمان با حقوق و حق برخورداری از مهد کودک رایگان برای کار مساوی، دستمزد مساوی با مردان برای زنان، به رسمیت شناختن حق تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب، پذیرش قوانین و استانداردهای بین‌المللی و تدوین و تصویب قانون کار جدید با شرکت مستقیم نمایندگان واقعی کارگران و اجرای آن. اعتراض کارگران به میزان افزایش حداقل دستمزد در دیوان عدالت اداری ایران ثبت شد. حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری مهر گفته است که دیوان عدالت اداری شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران درباره میزان افزایش حداقل دستمزد را ثبت کرده است. کانون شوراهای اسلامی کار در این شکایت میگوید که حداقل دستمزد مطابق قانون میبایست دست کم به اندازه نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام میکند بالا برود و به اندازه‌ای باشد که نیازهای اساسی یک خانواده 4 نفره را برطرف کند. بنا به گزارش اخبار روز، 13مین کنگره سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در روزهای 29 تا 31 فروردین ماه 1392 برابر با 18 تا 20 آوریل 2013 در شهر برلین، پایتخت جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. در این کنگره اعضای سازمان فدایان اکثریت از کشورهای مختلف شرکت داشتند. در های کنگره به روال گذشته بر روی علاقمندان و فعالین چپ و فدایی داخل کشور به دلیل استبداد حاکم و حساسیت‌های آن همچنان بسته ماند و این موضوع به عنوان یکی از نقاط ضعف این گونه اجتماعات تکرار شد. در این کنگره سند سیاسی، برنامه سازمان فدایان خلق اکثریت، قرار در مورد وحدت سازمان‌های چپ و بالاخره قطعنامه‌ای در مورد انتخابات به تصویب رسید. انتخابات زیر سایه ترس، تهدید و ارعاب. هاشمی میگوید مصلحت نیست کاندید شود. خاتمی میگوید نمیگذارند وارد صحنه شود. و احمدی نژاد میگوید پیغام میفرستند پدرت را در میآوریم. تنها طرفداران ولایت فقیه آسوده خاطر هستند. بنا به گزارش اخبار روز، نه تنها سپاه و بسیج که ستاد کل نیروهای مسلح هم تهدید می کند و از آمادگی برای سرکوب فتنه احتمالی در انتخابات صحبت می کند. امروز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته است نیروهای مسلح ما برای مشارکت در امر انتخابات در جهت تحقق حماسه سیاسی و مقابله با هر گونه فتنه احتمالی در انتخابات پیش رو از آمادگی کامل برخوردار هستند. این تنها یک نمونه از تهدیداتی است که همزمان با نزدیک شدن انتخابات صورت می‌گیرد و در حال افزایش است. 6 استان کشور جمعه شب لرزیدند. زمین لرزه‌ای 6 استان کشور را لرزاند که بزرگترین شدت آن در استان فارس گزارش شده است. مرگ 3 کودک بر اثر انفجار خمپاره در خوزستان ایران. رسانه‌های محلی استان خوزستان در ایران از مرگ 3 کودک بر اثر انفجار خمپاره خبر دادند. فرماندار سوسنگرد گفته است که ماده منفجر شده از زمان جنگ ایران و عراق در منطقه باقی مانده بود. تا برنامه بعدی، بدرود.